این موهای به هم ریخته رو تبدیل به مدل موی کراپ کردم، دورش هم فید زدم. با من همراه باشید که آموزش کاملش رو بهتون بگم. اگر مشتری بیاد براتون با همچین موهای بلندی و بگه آقا یه مدل موی کراپ برام بزن، چی کار باید کنی؟ ابتدا اومدم حجم بالاش که بلند شده بود و کوتاه کردم. ایشون موهاشو قبلا دم اسبی می‌بست و دیگه خسته شده، میخواد که موهاش کوتاه بشه و بهم عکس نشون داد مدل موی کراپ بود. منم برای اینکه کار برای خودم آسون تر کنم، اول اومدم موهای بلند بالا رو کوتاه کردم به همین شکل. همینجوری فله گرفتم تو دستم و زدم. در این مدل من ابتدا میخوام از بالای سر شروع کنم، یعنی بالای سر رو کوتاه کنم و بعدش بیام در دور سر. توی فصل تابستون اکثر جوونا همچین مدلی میخوان از شما، چون هوا گرمه و میخوان که هم خوشتیپیشون حفظ بشه و یه مویی داشته باشن که اذیتشون نکنه. پس اینو کامل نگاه کنید، با دقت نگاه کنید، نکته برداری کنید که خیلی به دردتون میخوره. ابتدا میام اندازه فاصله بین دو ابرو یه سکشن جدا میکنم تا عقب. ببینید، اول اومدم یه لاین این بر جدا کردم و بعدش هم میرم اون طرف یه لاین جدا میکنم اندازه فاصله بین دو ابرو. حالا ایشون ابروهاشون خیلی به هم چسبیده پیوندیه، حالا یه مقدار سکشن ما درشت بشه اشکالی نداره. ببین دوستان، وقتی شما دارید لاین جدا میکنید برای همچین موهایی که موج داره، یه مقدار رطوبتتون رو بیشتر کنید که این لاین تا اون جایی که میشه قشنگ در بیاد و راحت بتونید کارتون رو انجام بدید. و اگر هم میبینید یه مقدار لاین کج و کوله شد یا موها برگشت بالا و اینا، اشکالی نداره، با تمرین زیاد اوکی میشه، هیچ مشکلی نداره. میام سراغ کوتاهی، از جلوی سر شروع میکنم و کوتاه میکنم، دوباره میرم عقبتر و کوتاه میکنم، نسبت به سطح سر دارم میکشم و کوتاه میکنم و همین شکل. ایشون به من گفت که میخوام یه مقدار کراپم بلند باشه، مثل این عکسی که نشونت دادم، اونقدر کراپم کوتاه نزن. همون مدل کراپ چیه؟ همون مدل چتری که ما میزنیم دیگه. قدیمش میگفتن آقا چتری زده، قیصری زده. خب الان دیگه اسم بین‌المللیش کراپه، کراپ. و حالا این کراپ میتونه یه ذره بلندتر یه ذره کوتاه‌تر هم باشه، چیز خاصی نیست. بعد از این که اون لاین وسطو کوتاه کردم، میام و به همین شکل موها رو میخوابونم جلو. ایشون چون خیلی وقته که موهاشو میبسته، یه مقدار سخت میخوابه جلو و بعدم به شوره درست میشه. خب حالا این سکشن وسطیه که وسط سره میشه الگوی دو طرف ما به همین شکل. ببین الگو اونجاست، برش داده شده وسط. حالا طبق الگو نگاه میکنم و موهای کراری رو کات میکنم. الگویی که در بالای سر ما اومدیم کاتش کردیم به چه شکل بود؟ شکل عمودی بود در بالای سر. حالا میایم دو سمت کناری رو به شکل افقی کوتاه میکنیم. انگشتم رو نبیبین؟ افقی شده الان دیگه. فقط اومده از لاین وسط الگو میگیره که چقدر کوتاه کنه. به همین شکل، خیلی راحت. خب اینجا من دارم نگاه میکنم که دوربین درست داره میگیره یا نه، چون خودم اینجا هم دارم فیلم برداری میکنم و هم دارم کار انجام میدم. اینو میگم برای دوستانی که اطلاع ندارن، چون من یه مدت اومدم آلمان و دیگه دست تنهام اینجا و این ویدیو رو دارم برای شما ضبط میکنم، مجبورم هم خودم فیلم برداری کنم هم خودم بعدن رو ویدیو صحبت کنم و دیگه آموزشم بدم. و دیگه به عشق خودتون سعی میکنم که این ویدیو رو تهیه کنم. بریم سراغ ادامه کار. همونطور که میبینید سکشن به سکشن دارم میام جلو. هر سکشنی هم 2 سانت میتونه باشه، 1 سانت، 2 سانت، قطرش رو میگم میتونه باشه. و سکشن به سکشن میایید جلو و همین راحتی. ببینید موهاش موج داره و وقتی سکشن رو میکشم اون بالایی ها اینجوری تاب میخوره و یه مقدار برای قیچی زدن شما ممکنه اذیتتون کنه. میخوام بگم چیز طبیعیه. یه مقدار رطوبت میدم به کار و میرم اون قسمت. حالا الگوی وسط، یعنی همون سکشن وسطی، میشه الگوی این قسمت ما.
به همین راحتی. ببینید دوباره سکشن رو جدا کردم، لیفت میکنم یعنی کشش و کات. دوباره ادامهش رو، یه مقدار طول سکشن زیاد بود، مجبور شدم داخل دو قسمت این کار انجام بدم. دوباره و کات. میریم سراغ بعدی، سکشن بعدی رو میگیریم، لیفت میشه و کات، به همین راحتی. بچه ها اصلا سختش نکنید، اصلا پیچیدهش نکنید، نیاز به تمرین داره فقط. اگر میبینی قشنگ نمیتونی سکشن رو بگیری، روی سکشن گیری تمرین کن، هی تمرین کن. قطعا 100 بار تمرین کنی از بار اول بهتر شدی. پس رویه تو حفظ کن و فقط تمرین کن. بعضی جایی که دیگه صحبت نمی کنم به خاطر اینکه دیگه مشخصه دارم چه کار میکنم و توضیح رو دادم، پس شما فقط با دقت نگاه کنید. بعد از این که کوتاهیم تموم شد، میام سراغ کراس چک. چون به صورت افقی کوتاه کردم، حالا به صورت عمودی کراس چک میرم. کراس چک چیه؟ قبلا هم تو ویدیوها گفتم کراس چک وقتی شما موی رو کوتاه میکنید، مثلا به صورت افقی، عمودی کراس چک میرید که ببینید موی جا نیفتاده باشه و کوتاه نشده باشه، یا اگر یک ذره کوچولو بالا پایینه تنظیمش کنید. همین کراس چک، همینه معنیش. و به شما اینو میگه که آقا این کوتاهی که شما انجام دادید دقیقه یا دقیق نیست. کراس چک معنیش اینه. بریم سراغ اتصال بغل به بالا. ببینید اومدم و چتری رو جدا کردم، قسمت چتری رو جدا کردم و باقی رو کشیدم سمت خودم، باقی موها رو کشیدم سمت خودم. چرا اومدم قسمت چتری رو جدا کردم؟ به خاطر اینکه من میخوام که چتریم کوتاه نشه و حالا میام با لیفت داخل. خب از انگشتام لیفت داخل استفاده میکنم، سکشن به سکشن میام و کوتاهیمو انجام میدم و بغلو به بالا اتصال میدم. ببینید لیفت داخل و کات. دوباره میریم سکشن بعدی، لیفت داخل و کات. همینو دور تا دور سر انجام میدین. خب همینو دور تا دور سر انجام میدید. اون قسمت هم همینجور جدا میکنید و چتری رو جدا میکنید و به این شکل اتصال رو انجام میدید. میریم سراغ سشوارکشی که موها رو خوش کنیم، چون میخوام کار با ماشین انجام بدم و ماشین نباید خیس بشه که آسیب ببینه. پس موها رو خشک میکنم و بعدش دور سر رو فید میکنم به همین راحتی. بچه ها دیدید ابتدا اومدم بالای سر رو کوتاه کردم، بغل رو به بالا اتصال دادم و حالا میخوام فیدش رو بزنم.
بریم سراغ فید زدن. شونه 4.5 میلیمتر رو برمیدارم، گارد بسته و دور سر رو، یعنی موهای دور سر رو تخلیه میکنم. بعدش که موهای دور سر تخلیه کردم، میام از صفر خود ماشین استفاده میکنم و لاین صفرمو میندازم به همین شکل. لاین صفر رو میندازین و بعدش میتونید موهای زیر خط صفر رو تخلیه کنید. حالا چرا این کاری کردم؟ چرا اول با تریمر این کار انجام ندادم؟ به خاطر این که بعدش راحت بتونم خط صفر رو محو کنم. اینم جنبه آموزشی داشت. حالا از تریمر استفاده میکنم و موهای زیر رو تخلیه میکنم. پس بچه ها اگر براتون سخت جای خط تریمر رو، یعنی همون خط زنتون رو محو کنید، بیاید با ماشین حجم زنتون فید رو بندازید، یعنی اون لاین صفر رو بندازید و بعد زیرش رو با تریمرتون تمیز کنید. اینجوری خیلی راحت میتونید خط صفر رو محو کنید. اینم یه تکنیک. حالا ما میتونیم حتی شیور هم استفاده کنیم. میایم و زیر تریمر رو شیور میکنیم، یعنی زیر لاین صفر رو خیلی راحت شیور میکنیم. اگر دیدید شیورتون خط انداخت و خواستید خط رو محو کنید، میتونید از بالا به پایین بکشید. ببینید همین کاری که من میکنم، از بالا به پایین میکشم و اون خطی رو که شیور انداخته رو محو میکنم. این هم یه تکنیک دیگه. بریم سراغ لاین 1 میلیمتر. گارد ماشینم رو باز کردم، 1 میلیمتر من اندازه داد و حالا 1 سانت تا 1.5 سانت باهاش بالا میرم، یعنی با اون 1 میلیمتری که گارد ماشین به من داده میام و 1 سانت الی 1.5 سانت بستگی داره چه میزان میخواید کشیدگی داشته باشه فیدتون و چقدر فضا براش گذاشتید، میام با 1 میلیمتر بالا میرم.
و لاینم رو ایجاد میکنم. بچه ها نظم خیلی مهمه، اگر میخواید یه فید تر تمیز داشته باشید باید نظم بدید به کارتون و فیدتون سر اصول بره، یعنی لاینی رو که میندازید همونجا محو بشه و اگر لاینی هم که انداختید تمیز و صاف باشه که وقتی محو میشه تمیز محو بشه. بعد از این که لاین 1 میلی‌متر رو انداختم میخوام بیام زیرش رو محو کنم، یعنی اون خط صفر رو محو کنم. ابتدا گارد ماشین رو نصفه باز میکنم و روی خط میرم. گارد ماشین نصفه بازه و روی خط صفر دارم میرم. توجه کنید روی خط صفر دارم میرم، تا آخرم بالا نمیرم. حالا گارد رو میبندم و با گوشه ماشین به خط صفر ضربه میزنم. حرکت سیمون شکله، از مفاصل انگشت استفاده میشه و میاد به خط ضربه میزنه میره بالا. به همین شکل خط صفر رو محو میکنم. ببینید با دقت نگاه کنید چجور دارم انجام میدم. با کل ماشین انجام نمیدم، بعضی جا وسط ماشین استفاده میکنم، گوشه راست ماشین یا گوشه چپ ماشین استفاده میکنم تا تسلط کافی داشته باشم روی کار. با کل ماشین بزنید، یه جایی که نباید بزنید و میزنید و فیدتون رو خراب میکنید، پس به این دقت کنید. میرم سراغ شونه 1.5 میلی‌متر و ادامه 1 میلی رو محو میکنم میرم بالا. شونه 1.5 میلی‌متر روی ماشینه، گارد ماشین بسته و داریم 1 میلی رو محو میکنیم میریم بالاتر. بچه ها من اگر شونه ها رو به میلیمتر میگم به خاطر اینکه هر کی هر ماشینی داره پشتش اون میلیمتر نوشته، دوتا ام نوشته یعنی میلیمتر و بتونه استفاده کنه. بعضی ها میان به گارد میگن، میگن آقا گارد 1 خب یا گارد 2. اینجوری درست نیست، اینجوری بگین اشتباهه و اون شخصی که میخواد بیاد آموزش ببینه متوجه نمیشه شما چی گفتید. حالا بعد از این که گارد بعد از این که با شونه 1.5 کارم تموم شد، شونه 1.5 روی ماشینه، دیدید که گارد بغلشو باز کردم، گارد بغلشو باز میکنم و ادامه 1.5 رو محو میکنم میرم بالا. حالا گارد بغل رو تا آخر باز کنید چقدر به شما اندازه میده؟ 1 میلی‌متر. 1.5 هم روی ماشینتونه شونه میشه 2.5 میلی‌متر، پس شما 2.5 روی ماشینتونه رفتید بالا. شونه 1.5 میلی‌متر خیلی شونه مهمیه و باید بهش دقت کنید. حالا میریم سراغ شونه 3 میلی‌متر، گارد بسته و ادامه 1.5 گارد باز رو محو میکنیم میریم بالا به همین شکلی که میبینید. به شونه 3 میلیمترمون گارد باز میدیم میشه 4 میلیمتر و کارو وصل میکنیم به 4.5 میلیمتری که اول کار اومدیم و باهاش تخلیه رو انجام دادیم. بعد از اینکه کارمون با 3 میلیمتر گارد باز تموم شد میام و خط شقیقه رو آن کادر میکنم. به همین شکل از تریمرم استفاده میکنم و خط شقیقه رو آن کادر میکنم. میبینید که چقدر زیبایی به کار میبخشه. به همین شکل حالا میریم سراغ لاین آخر، یعنی اون پله آخری که برامون باقی مونده و با تکنیک اوورکام کلیپر یعنی شونه و ماشین میام و اون پله آخر رو بر میدارم به همین راحتی. بچه ها هیچ کار سختی نیست، دیدید که بالا رو کوتاه کردیم، اتصال بغل به بالا رو انجام دادیم، فید رو زدیم، حالا دارم پله آخر رو بر میدارم. دقت کنید
به شونه میتونید زاویه بدید قشنگ و ماشین بیاد براتون برش رو ایجاد کنه. لطفاً اگر تا اینجا ویدیو رو دیدید خوشتون اومده و دوست داشتید لایک کنید و کامنت بذارید که از چنل حمایت بشه و ویدیو وایرال بشه. و اگر هم هنوز مشترک چنل نیستید چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید که ویدیو جدید میذاریم اطلاع پیدا کنید. در ضمن تا همین لحظه حدود 800 تا ویدیو داخل چنل بارگذاری شده. 800 تا ویدیو آموزشی آرایشگری که فرمو، کراتینمو، انواع فیدا، انواع کلاسیکا و از پایه شروع شده آموزش داده شده تا لول حرفه‌ای. پس اگر علاقه دارید با آرایشگری شما میتونید داخل همین چنل کامل و جامع آموزش ببینید. بعد از برداشتن پله آخر میریم سراغ چتریا. خب ما میتونیم به صورت خرد بیایم چتریا رو کوتاه کنیم، میتونیم بیاریم بالا کوتاه کنیم. حالا ایشون نمیخواد چتریش زیاد بالا بره یا خرد باشه، میگه آقا یه مقدار چتری من صاف باشه. پس من میام شونه رو میکشم روی چتری و به خاطر اینکه موج داره با پشت شونه نگه میدارم موها رو و با قیچی کاتمو انجام میدم به همین شکل. اینم از پایان کار. امیدوارم که دوست داشته باشید و استفاده لازم رو برده باشید. تا درود دیگر، بدرود.